28 امتیاز داره، اما بقاش در رقابت لیگ برتر روی کاغذ قطعی و 100% نیست. و اون طرف هم استقلال با فرهاد مجیدی که در مصاف با تیم زادگاه پدری خودش داره بازی میکنه، اومده 3 امتیاز بازی خونگی رو ببره. برای قشنگ و تکنیکی از نظری تیم نساجی میره واسه ضد حمله، میارن به سمت چپ، اونجا فضای مناسب بود، داره علی شجاعی با پای چپ ضربه رو زد. شجاعی اما توپش تو چارچوب نیست، عجله کرد خواه رو بگیره. تیم واقعا دوست داشتنی، قابل احترام و پرطرفدار نساجی گره کرد، پاس بلند داخل محوطه جریمه نفوذ بازیکن استقلال کنه، قشنگ میلیچ میتونه دروازه رو باز بکنه و نتونست این کار رو انجام بده. میلیچ موشک هامبورگ و بازیکن دوست داشتنی فوتبال کشورمون صحنه آستر با هم دیدیم، میبینیم که سرتوپ میلیچ و تغییر مسیرش بی‌نظیر بود واقعا. رام میندازن نظری رو، بازم برخورد، خطا نیست، دوباره میخواد کار دنبال بشه، کار قشنگ فرشید باقری تو برای جلو میاره، یه ارسال داخل محوطه جریمه بود، یه برخورد، پنالتی هست یا نیست؟ نه، خبری از خطا نیست. دیاباته باید بلند شه. محمد میری تو بازیکن استقلال رفتن روی پاش، توپو گرفتن، سه در مقابل چهار هستن. کریمی قائدی گل دهمش رو میتونه بزنه، مهدی قائدی که نذاش حقیقی این اتفاق بیفته. عالی توپ رو گرفت علیرضا حقیقی و موقعیت بی‌نظیر استقلال رو قائدی از دست داد. سمت چپ زکی پور هست، یه پاس کوتاه برای مهدی قائدی پشت محوطه جریمه خود قائدی داخل محوطه هم اومد و حالا پنالتی گرفت و پنالتی به نفع استقلال گرفته شد. یه حرکت مهدی قائدی خطه بازیکن نساجی گرفته شد، لبخند علی اصغر آشوری و آقای کرمانشاهی که پنالتی رو به نفع استقلال گرفت. دیاباته سوت کرمانشاهی، خود دیاباته زبش رو میزنه و توی دروازه، گل برای استقلال، دهمین گل دیاباته، اولین گل استقلال در مصاف با تیم نساجی رو براشون به همراه داشت. میرم واسه همون شادی معروف دیاباته که اینچنین رو به سکوهای خالی خوشحالی خودش رو هم انجام میده و بر میگرده. کوچولو مکس هم داشت که همین مکسه واسه فریب دروازبان خوبه و دروازه باز شد. استقلال 1 نساجی 0. تیم بازنده این رقابت باشن. یه حرکت واسه ماهینی نفوذ داخل محوطه جریمه توی شلوغی، خبری از خطا نیست و اعتراض بازیکن نساجی بیفایده است به آقای کرمانشاهی. بالهای کناری تیم نساجی مرتب جاشون عوض میشه. یک ضربه محکم از راه دور و چه گلی، چه گلی، بازی شد 1-1 مساوی. چه شوتی زد محمد میری، اصلا فکر نمیکرد کسی همچین شوتی بزنه و دروازه حسین حسینی باز شد. یه دونه از همین شوتای اینطوری خود حنیف عمران داده با پیران استقلال در مسابقات جام حذفی زده بود، آقا کریم باقری هم که به کره زده بود، حالا هم چه شوتی زد محمد میری و بازی میشه 1-1 مساوی. آقای کرمانشاهی سود زد، نیمه اول تموم شد، نیمه دوم دوباره وریا برگشت به ترکیب استقلال و فرصت داشتن که مداوی بهتر روش انجام بدن. یه حرکت چرخش قائدی میره واسه گل بعدی، میتونه اون دروازه که نساجی باز بشه که نذاشت علیرضا حقیقی قائدی هم 10 گله بشه. یه اشتباه از بازیکن استقلال پشت محوطه جریمه، فرصت داره تیم نساجی، پاس تو در عالی، دروازه‌بان اونجا جا مونده و توپی میفرستن بیرون، از خط قبلش عبور کرده بوده و همین باعث شد توپ لو بره. علی شجاعی حرکت میری نظری نفوذ کرده، خود میری پاس بین مدافعان تیم استقلال برای محمد مهدی نظری، تغییر مسیر هم داده، زبشو فنی میزنه نظری اما نتونست گل دوم تیمش رو به ثمر برسونه. نساجی فولاد موفق شد دروازه زوباهن رو باز بکنه. یه بار دیگه یه حرکت از آمهران کوتاه روی تیر اول فرستاد، باز کنه نساجی صاحب تو حسن، دروازه اونجا خالی هست، میتونستن به گل برسن و فرشید باقریه که اونجا طعم کورنر میده، ضربه رو خواهد زد، یه ارسال بلند روی تیر دوم زد سمت داخل محمد و گل دوم. گل دوم نه قبول نیست چون پرچم آیه محمد رضا ابوالفضلی بالاست. یه گل به زباهن زده شهر خودرو با تراکتور 0-0، شاهین شهرداری بوشهر و سایپا هم 0-0.
میرسونش دیگه حرکت بکنن قاعدی ارسال خوبه فرستاد فقط کافیه بسابونه اونجا یکی توپو اما نه خطا گرفت داور رو بزنه اجازه این کارو بهش نمیدن تو گیری عجیب و غریب بازی کنه نساجی میرم واسه ضد حمله سه در مقابل دو هستم و سرعت دو اونجا جعفری یه حرکت یه پاس خبری از پرچم هست نیست بله حالا هست حالا پرچم میزنه اونجا محمد رضا ابوالفضلی یه دوباره بازی کنی نساجی میارن به سمت راست رحمان جعفری حرکت میکنه پشت محوطه آشوری کنه قشنگ و ترکیبی زد و از راه دور زده میشه اما نه تو چارچوب علی کریمی دوباره میبینه وریا غفوری یه ارسال داخل محوطه میرم واسه گل دوم دروازه خالی هست اونجا نتونستن دروازه رو باز بکنن نه مطهری نه دیاباته ببینیم با هم زنی آیستر پاس عالی علی کریمی قشنگ فرستاد وریا غفوری دیاباته نزد اینجا تو توی پاش سوار نشد یاره که داخل محوطه جریمه یه برخورد یه برخورد داور نظر چی هست اونجا کرنر گرفته آقای کرمانشاهی میاد به سمت فرهاد مجیدی وریا غفوری یه پاس رو به جلو داخل محوطه جریمه باز هم حقیقی است که اونجا مسیر رو میبنده و کرنر به نفع استقلال به دست